خب با درود خدمت هموطنان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز پنجشنبه 23 نوامبر 7:06 در خدمتون هستم. یه عذرخواهی بکنم از حضورتون به خاطر هفته گذشته که در خدمتون نبودم. همکارم خانم بوباش تشریف آوردن، ما کاورمون کردم به قولی. رفته بودیم برای یک ضیافت مهمانی که در رابطه با سین ایران بود، جشنواره سینمایی تورنتو. جاتون خالی خیلی خوب بود، اونایی که شرکت کرده بودن به هر صورت توی این دو سه روزی که برنامه بود حتما از فیلم ها استفاده کردید، لذت بردید و انشالله که سال آینده بهتر و بهتر هم بشه. امروز در خدمتون هستم با چند تا مطلب. البته قبل از اینکه من برنامه رو شروع کنم خدمتون عرض کنم که امشب برنامه‌مون لایو هستش. شما میتونید با تلفن دایرکتلی تماس بگیرید، اگر سوالی یا موردی دارید میتونید مستقیما با من در تماس باشید. تلفن رو اعلام میکنم براتون، 647 847 3455. یک بار دیگه خدمتون بگم تلفن استودیو هستش 647 847 3455. خوشحال میشم اگر سوالی دارید که میتونید تلفن بزنید، در خدمتتون هستم. اگر هم تلفن در دسترستون نیست یا جایی هستن که نمیتونید تلفن بزنید، کامنت میتونید رو فیسبوک بذارید. فیسبوک رو هم من دارم میبینم، اینجا در خدمتتون خواهم بود. یکی از مطالبی که من میخواستم تو برنامه گذاشته، البته یه مقداری به صورت خیلی جزئی باهاش در رابطه باش صحبت کردم، مسئله کسایی هستن که داون پیمنتشون کم هست، میخوان خونه بگیرن و با این شرایطی که الان اینشورنس کمپانی ها دارن ممکنه که یه سری مشکلاتی داشته باشن برای کوالیفیکیشنشون. یه خبر خوب بهتون بدم، البته این تو مارکت بوده تو این چند سال گذشته، ولی خب بد نیست که شما دوستان به این مثلا توجه داشته باشین که هست و میتونین اقدام بکنین. اگر 15% از داون پیمنت خونه ای رو که میخواییم بگیرین دارین و تو حالت بانکی ممکن هستش که کوالیفای نشین، حالا بنا به دلایل خاص خودش، حالا میتونه امورتیزیشن باشه یا کردیتون باشه، میتونین با 15% از بی لندر ها مورگیج بگیرید. تو این حالت مورگیج اول و دوم بهتون میدن، اصطلاحا بهش باندل میگن. خوبی این کار این هستش که شما این خونه ای که الان نمیتونین از بانک بگیرین با 15% که مثلا دارین دام میزنین، حالا ممکنه مسئله اینکامتون باشه که مثلا فرض کنید پروبوشن هستید، یه جا دارین کار میکنین، یا کانترکت هستید، یا تازه شروع به کار کردید، سلف امپلوید هستید، دو سال هیستوری ندارین. این خوبیش اینه که به شما کمک میکنه که اون اپورتونیتی که الان دارین که بتونین اون خونه ای رو که دوست دارین بخرین بگیرین، یک سال به سرا داشته باشینش. بعد از یک سال خب طبیعتاً یه مقدار اکویتی به خونه اضافه میشه و چون دیگه سال بعد معمولاً ترمای این بیلندرها که میتونین بگیرین از یک سال شروع میشه تا 3 سال. اگر یک سال گرفته باشید با توجه به اکویتی که روی اون خونتون توی یک سال اومده، نتیجتاً حدود 20% اکویتی توی خونه دارین و حالا میتونین برگردین به بانک با 20% به اصطلاح اکویتی که توی خونه هست. این یه مطلبی بود که من میخواستم اینو برنامه های قبلیم هم براتون بگم که داشته باشیم. مطلب بعدی در رابطه با نیوتی کانادا هستش. همونطور که میدونید نیوتی کانادا الان خیلی چیزاش عوض شده و طبیعتاً مشکلات زیادی برای کسایی که میخوان خونه بگیرن با توجه به شرایطشون ممکنه مشکل داشته باشن. یه پروداکت دیگه هم هستش تو مارکت که کسایی که حالا نیوتی کانادا هستن یا امپلوید هستن، اینکامشون زیاد نیست برای اینکه بتونن خونه ای رو بگیرن کوالیفای بشن، میتونین با داشتن 35% از مبلغ داون پیمنت و بین 15-20% از ارزش، ببخشید 15-20% نه معذرت میخوام 20-25%، که اشتباه نکنم، 20-25% مبلغ وامی رو که میخواین بگیرین هم به عنوان نت ورث نشون بدید، یعنی یه 35% یا یه 20، دو تا پروداکت مختلف است، یکیش با 25% هست و 25% ارزش مورگیجی که دارین میگیرین به عنوان نت ورث نشون بدین، یعنی 25% داون پیمنت بذارین، 25% خود مورگیج هم به عنوان نت ورث تو حسابتون داشته باشید. تو این حالت میتونین مورگیج بگیرین حتی اگر اینکامتون خیلی پایین باشه.
مشکل کوالیفیکیشن داشته باشید. حالت دوم هست 35% و 20% ارزش مورگیجی که دارین میگیرین به عنوان نت ورث داشته باشید. اینم یه مطلبی هستش که من خواستم خدمتتون بگم. یه تلفن داریم، بریم جواب بدیم. خب قطع شد. قطع شد. خدمت شما، اگر که دوست عزیزی که زنگ زدن مجدد تماس بگیرم ممنون میشم. در رابطه با این داستان بی خیلی کوشن میشه که فرق بی با ای چی هست؟ چرا ما باید بریم بی، چرا با ای نباید بگیم؟ یا خیلی از هموطنان ما غالبا فرق بین ای و بی براشون سواله همیشه. ببینید، ای چارتر بانک ها یا مونولاین لندر ها هستن که به اصطلاح ریت های خوب بانکی میدن یا ریت های پایین میدن به اصطلاح. تو این حالت باید کریدیتتون خوب باشه، اینکام داشته باشه، کوالیفای بشین، بتونین مورگیج بگیرین. تو حالت بی دیگه اون داستان کوالیفیکیشن نه که مطرح نباشه، به سختی بانک ها نیست، میتونین با پروف کردن یا نشون دادن یه سری از داکیومنت ها میتونین نشون بدین که اینکامی رو که شما دارین در مثلا طول سال کار میکنین در میارین، حالا حالت سلف ایمپلوید باشه یا کانترکت باشید یا مثلا فرض کنید مسائل مشکلات دیگه داشته باشه که با A نتونید بگیرید، میتونید با B این کار رو انجام بدید. اصطلاحا B لندر ها بیان به شما یه کمکی میکنن که این اپورتونیتی رو از دست ندین که بتونید اون پراپرتی که تو ذهنتون هست که حالا یه خب بگیرینش یا پلان دارین که بخرین، بهتون کمک میکنن که اون رو بگیرین. خوبی این همونطور که اول برنامه عرض کردم خدمتتون این هستش که شما با داشتن این اپورتونیتی وقتی این خونه رو بگیرین برای یک سال، حالا یا دو سال یا سه سال که باهاشون باشین، تو این یک سال دو سال آینده مثلا یه شرایطتون عوض میشه و میتونین برگردین به بانک. یه خط داریم با عزتون. AMG تلویزیون بفرمایید. الو، سلام آقای رفیقی، من اجازه دیگه هستم، یه سوال داشتم از خدمت، در واقع یه مشکلی که برای من پیش اومده، میخوام ببینم اگه راه حلی هست من خدمتتون برسم یا اگر نه واقعا میخوام بدونم اشکال کار کجا بوده. اتفاقی که بر من افتاد اینه که من یه خونه دارم که زندگی میکنم و یه خونه دیگه خریداری کردم برای اینوستمنت و با اون مورگیج بروکر که کار میکردم ایشون به من اوکی رو دادن، همون موقع که آفر رو گذاشتیم اوکی رو دادن، گفتن که مورگیج من میتونن بگیرن با ریت خیلی خوب از بانک، ولی دو سه روز مونده به کلوزینگ گفتن که نه اپلیکیشن من کنسل شده و باید از پرایویت لندر بر من بگیرن. من تو چند روز واقعا نمیدونستم با چیکار کنم و ناچارن با پرایویت دیلو کلوز کردیم و الان با ریت تقریبا 10% دارم پرداخت میکنم. مشکلتون چی بود خانم سپیده؟ مشکل رو والا ایشون به من گفتن که کوالیفای نشدی، گفتن ریشیو نمیخوای. حالا من واقعا سردر نمیارم از این جزئیاتش، این صحبتی بود که اون آقای مورگیج بروکری که کار میکردیم اولش خیلی با اسمینام گفتن که سردر. خواهش میکنم فقط لطفا اسم نبرید چون دارم نمیخواد اسم کسی رو مطرح بشه، ممنون میشه بازید. دارم فقط میگم که ایشون حالا آقای بروکری بودن. برای همین حالا من واقعا نمیدونم چون اطلاعاتی هم نداشتم که ما به ایشون اطمینان کردیم، رو صحبت ایشون جلو رفتیم و بعدش هم مشکل درست شد برامون. آیا چاره هست من میتونم اینو دوباره برگردونم به بانک یا نه؟ من تا اونجایی که متوجه شدم شما یه خونه ای داشتین که به اصطلاح پرایمری رزیدنستون بوده و سکند پراپرتی خریدین به عنوان اینوستمنت، بعد مشکل خوردین رفتین به پرایوت، درسته؟ بله. کی کلوزینگتون بوده؟ کلوزینگ ما تقریبا یک ماه پیش بوده. یک ماه پیش توی اوایل اواخر سپتامبر بود. اواخر سپتامبر. بعد چقدر داون پیمنت گذاشته بودین؟ داون پیمنت رو با 20% رفتیم. میتونم بپرسم قیمت پراپرتی چقدر بود؟ 1,000,000. از لحاظ کردیت شما مشکلی دارین یا نه؟ نه، کردیت من خیلی خوب هست. من فول تایم جاب دارم. از لحاظ درآمدم خوب هست. یعنی میگم اولش هم وقتی که حساب کردن گفتن هیچ مشکلی نداره، درآمد من در اندازه‌ای هست که بتونه کاور بکنه همه حالا هزینه ها و چیزایی که مد نظرشون هست. حالا نمیدونم واقعا این وسط چی شد که من مجبور شدم با پرایوت
مورگیجم رو کلوز کنم. اوکی، من جوابتون رو میدم روی تلویزیون، در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بله، خدمت شما عرض شود که ببینید خیلی سخت هستش که من الان بخوام بگم که اصلا کار شما شدنی بوده اون موقع یا نه، ولی با توجه به صحبتی که کردین ظاهرا حالا فول تایم جاب که میگین داشتین دارین، طبیعتا بتونم گفته بودن که حتما از جایی براتون مورگیج میگیرن که حالا اصطلاحا همون ای که همون بانکی که داریم صحبت میکنیم بوده. اینکه حالا دو روز سه روز قبل از کلوزینگتون به مشکل برخورد کردید میتونه خیلی داستانهای زیادی باشه که یه مشکلی پیش اومده ظاهرا توی کارتون، حالا بحث اینکام ممکنه بوده، بحث کردیت ممکنه بوده باشه، یه چیزی بوده، حالا من نمیدونم داستانش چی هست، ولی اگر به گفته خودتون کارتون خوب هست، کریدیتتون خوب هست و همینطور که خودتون هم گفتین بهتون گفته بودن که از لحاظ ریشیو و به صورت کوالیفیکیشن مشکل نداشتین، خب تعجب میکنم که چطور از پرایوت سر در آوردید. لطف بکنید اگر براتون مقدور هستش با آفیس تماس بگیرید، تلفن من رو دوستان براتون بعدا خواهند گذاشت، تماس بگیرید، اگر بتونم کمکی بکنم خوشحال میشم در خدمتتون باشم. بله، عرض میکنم خدمتون که تفاوت بین لندرهای A و B اصطلاحاً به این مبنا هستش که شما با B اگر همون جوری که حالا مثلا فرض کنید کوالیفیکیشنتون مشکل داشته باشید با بانک‌ها، میتونید از طریق B این کار رو انجام بدید و طبیعتاً مورگیجتون رو بگیرید، یک سال، دو سال، حالا هر چقدر که باشه وقتی که نیاز داشته باشید تو این مدت بتونین کارتون رو درست انجام بدید، شرایط لازم و کافی رو داشته باشید برای اینکه به بانک برگردید. این خوبی بی هستش. خیلی ها هستن که میگن که خب اگر بخوایم با بی بریم باید ریت بالا بدیم، نمیدونم فی باید بدیم از این داستان. ببین همه اینا هستش. خب باید ببینید اول دلیلتون یا دلایلی که باعث میشه که شما به بی سوق داده بشین چیا هستش. اگر اینو متوجه بشین براتون باید توضیح بده فایننشال ادوایزرتون یا بروکرتون براتون توضیح بدن که علت این که شما بایستی با بی برین چی هست. اگر از روز اول بدونید به نظر من این مسئله دیگه بعداً به وجود نخواهد اومد. یه بروکر خوب، حالا یه فاینانشال ادوایزر خوب به عقیده من، کاری که فکر میکنم همه باید این رو انجام بدن این هستش که قبل از اینکه اپلیکیشن شما رو بخوان سابمیت بکنن به جایی برای مورگیج، به عقیده من بایستی کیس شما رو انالایز بکنن، ببینن که اصلا اون کیسی که شما میخواییم به صلاح جلو برید و اقدام بکنید اصلا بانکی هست یا نیست. اگر بانکی هست خب طبیعتا مشکلی پیش نخواهد اومد، بایستی طبق اون چارچوب و اون قوانین و پالیسی که بانک برای خودشون دارن شما کارتون انجام بشه. اگر بی هستید از روز اول باید بهتون بگن، وقتی اگر بهتون بگن از روز اول که آره مثلا فرض کنید شما به این دلیل احتمالش خیلی ضعیف هستش که از به اصطلاح ای لندر ها وام بگیرید، بایستی برید طرف بی این خصوصیت ها رو داره، ریتش مثلا بالاتر از بانک ها هستش، ترمش مثلا فرض کنید یه ساله دو ساله سه ساله میدن، فیکس میدن، پنالتیش چی هست. خیلی این مسئله خیلی مهمه که شما بدونید که پنالتی هایی که ای لندر ها از شما میگیرن با بی خیلی فرق میکنه، اینم باید بدونید. کاستاتون چیه، هزینه هاتون چیه برای اینکه بخواید با بی برین، چقدر هزینه باید بکنید. تمام اینا رو وقتی شما بدونید از روز اول و این رو بپذیرید که اوکی این داستانی که من دارم میرم جلو، طبیعتا دیگه سورپرایز هم نخواهید شد. اما اگر خب بهتون نگن و بعد حالا این داستانا پیش بیاد که برای خیلی یا پیش میاد توی این مارکت، خب حق دارین که ناراحت هم بشین که به این داستان به چه صورت بوده. یه چیزی که توی بی بایستی خیلی بهش توجه بکنید پنالتی مورگیج. ببینید ایلندر ها معمولا چیزی که هست، ببخشید من حواسم به این فیسبوک هم هست که چیزی رو از دست ندم، به خدمت شما عرض شود که پنالتی که توی قسمت بی هست خیلی فرق میکنه با قسمت ای. ببینید تو قسمت ای با کلن دو نوع مورگیج داریم از لحاظ فیکس و وریبل بودنش دارم میگم، من به ترم صحبت کاری ندارم به ترمش که چی هست، به نوع ریتی که دارید میگیرید، به نوع قراردادی که دارید با بانک بندید. توی ای یا فیکس هست مورگیجتون یا وریبل.
اگر وریبل هست کلن تو اون مدت ترمی که شما با بانک قرارداد دارید که میتونه یک سال که نمیتونه باشه، 3 ساله و 5 ساله باید وریبل باشه با بانک، هر زمان از این 3 سال یا هر زمان از این 5 سال که شما با بانک قرارداد دارید مورگیجتون رو به اصطلاح بریک بکنید، پنالتیش کلن 3 ماه اینترست هستش. یعنی اصلا فرمول دیگه ای نداره، 3 ماه اینترست رو میگیرن و شما آزادید، میتونید پیات کنید، مورگیجتون رو دیسچارج بشین و حالا خونتون رو بفروشین یا خونه دیگه بخرید یا لندرتون رو عوض بکنید، حالا هر شرط خاصی که دارید. یادتون باشه یه نکته دیگه هم بگم، حالا همینجوری هفت و حرف میاد. شما وقتی که دارین با یه لندری دارین کار میکنین و احتمالاً با خود همون لندر اگر بخواید ریفایننس بکنین یا مثلا مورگیجتون بریک بکنید یا یه مورگیج دیگه بگیرید، اگه با خود همون لندر بکنید، اون پنالتی که قرار است شما بگیرن یا بهتون برمیگردونه یا بخش اعظمیشو بهتون برمیگردونه. این یادتون باشه. تو حالت دوم که فیکس هستش، اصطلاحاً میان دو تا شرط براتون میذارن. شرط اولش این هستش که یا IRD بدین یا 3 ماه اینترست پنالتی بدین، هر کدومش که بیشتره. حالا IRD چیه؟ اینترست ریت دیفرنشیال اصطلاحاً بهش میگن. توی اون میان یه فرمول خاصی داره، این فرمول من حالا زود بگم بعد برم سراغ بی که برای پنالتیش بخواستم خدمتتون بگم. تو IRD اینجوری حساب بکنن که میگن که شما ریتی که مثلا سال دوم میخواییم تو، فقط هم برای فیکس این اتفاق میفته، تو میان بهتون میگن که مثلا فرض کنید اگه سال دوم شما دارید مورگیجتون رو بریک میکنین، اگر ریتتون مثلا هستش 5 ساله فیکس داشتین که مثلا 3.09 بوده، سال دوم دارین مورگیجتون رو بریک میکنین، میان میگن که 3 سال از ترمتون مونده. اگر اینا بخوان مورگیجی رو که از شما میخوان، حالا شما میخوان بهشون پیاد بکنین، بهشون برگردونین، این مورگیج از شما بگیرن بخوام به یک کسی دیگه مورگیج بدن، ریت کانترکت ریتشون رو میبینن. معمولا به این صورت هستش که شما اگر ریتتون پایین تر باشه و ریت اونا بالاتر باشه که اون از خودشون هم باید باشه، بانک شما با ریت پایین برین کانترکتتون رو به اصطلاح بشکنین، اونا بگیرن با ریت بالاتر به یکی دیگه بدن. تو حالت عادیش اینجوری اگر باشه اون 3 ماه اینترست رو میگیرن، به خاطر اینکه IRD تو این حالت خیلی کم میشه. ولی الان دیگه اصلا اینم نگاه نمیکنن، کلا میام به کانترکت ریت نگاه میکنن. کانترکت ریت با اون چیزی الان استلام بهش میگن، مثلا کانترکت ریت به پست ریتد خودشون، ریت خودشون نگاه میکنن. تو اون حالت ریت یه مقداری بالا پایین میشه و نسبت به اون بالا بودن ریتی که خودشون کانترکت ریت یا پست ریتشون حالا هر کدومش که محاسبه بکنن، دیگه اصلا براشون ملاک نیست که اگر ریتشون حتی بالاتر باشه شما بخواید اونو بهشون برگردونید به یکی دیگه هم بده، زیادتر هم سود براشون داره، اونم باز دیگه ملاک قرار نمیده. ریگاردلس ازتون اون دیفرنشیال ازتون میگیرن. خب قاعدتا نباید بگیرن، ولی چون IRD دیگه جا افتاده که حالا چه اینترست بالا باشه چه پایین باشه ازتون بگیرن. باکا معمولا اینو بازی میکنه، حالا یا پست ریت رو نگاه میکنه یا کانترکت ریت اون 3 ساله که مونده. نهایتا یه اختلاف ریتی بین اون ریت خودتون و ریت اون کانترکت ریت یا پست ریت که به وجود بیاد، حالا اختلافش رو که بگیرن، اینو میگن اینترست ریت دیفرنشیال. اینو میان چیکار میکنن؟ اینو ضرب در بالانس مورگیجتون میکنن و حالا مثلا فرض کنید $500,000 بالانس مورگیجتون بوده، میان $500,000 رو مثلا ضرب در 1% اختلاف ریت خود شما و اون پستد ریت یا کانترکت ریتی که دو بانک هست برای 3 سال ضرب در اون میکنن، بعد ضرب در 3ش میکنن، این میشه اون مبلغ پنالتی که شما بایستی بدین. حالا طبیعتا تو این حالت از 3 ماه اینترست بالاتر ازتون IRD میگیرن. این پنالتی که توی دنیای A هست. اما دنیای B فرق میکنه. خواهش میکنم به این نکته خیلی توجه بکنید. کسایی که با B میخواین کار بکنین بدونید که این داستان با بانک یکی نیست. اصطلاحا اکثرا فکر میکنن که خب مورگیج پنالتیش هم با اینترست دیگه، مثلا میریم از B میگیریم و حل میشه بره. نه، ببینید مورگیج بروکرتون، فاینانشال ادوایزرتون، هر کسی که داره این کارو براتون میکنه بایستی بهتون توضیح بده که اگر شما خواستید تو 1 سال آینده که با این بیلندر دارین میرین جلو یا 2 سال یا 3 سالی که دارین میرین جلو چقدر پنالتی باید بدید. اگر مورگیج فیکس 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله از بی میگیرید، خیلی توجه کنید به این مسئله، اگر مورگیج 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله فیکس از بی دارید میگیرید، مطمئن باشید که تا آخر ترمتون با اون بیلندر میمونید. اگر فکر میکنید به هر دلیلی ممکنه که تو این دوره‌ای که با اونا قرارداد دارید ممکنه که مورگیجتون رو بریک بکنید، نرین برای
ترمای بالاتر، به خاطر اینکه پنالتی که از شما میگیرن دیگه به اون صورتی که بانک حساب میکنه نیست، پنالتیش خیلی بیشتر از چیزی هستش که شما بخواید حساب. اصطلاحا اونا هم باز IRD میگن، ولی IRD اونا با IRD بانک ها خیلی فرق میکنه. مطمئن باشید اگر میخواید فیکس بگیرید مورگیج، حداقل کاری که میتونید بکنین اینه که بدونید یک سال با اینا میمونین، دو سال باهاشون میمونین، سه سال باهاشون میمونین. اینو در مد نظر داشته باشید. اگر دو ساله بگیرید، سال اول تموم شد بخواید بشکنین، خیلی هزینه داره براتون. اولش هم که با بیمبینی خب یه سری هزینه‌های جانبی هم داره، 1% چارجتون میکنن، ریتش بالاست، نمیدونم این داستان هم داره. بعد شما حساب کنید حالا میخواین مورگیجتون هم مثلا بریک بکنید تو اونجا و پنالتی بدید. پس خواهش من ازتون اینه که اگر میخواین یک سال، دو سال یا سه سال برید، مطمئن باشید که اون دوره زمانی رو که میخواین باهاشون برید بمونید باهاشون. اگر فکر میکنید که ممکنه هر اتفاقی بیفته که به هر دلیلی شما بخواید مورگیجتون رو بریک بکنید، حتما بخواین از بروکرتون که براتون از بی وریبل بگیره. مورگیج ترم وریبل از بی براتون بگیره. بی وریبلشون معمولا 3 ساله و 5 سال است. خب 3 ساله و 5 سال است. پنالتی که حالا روی بی حساب میشه روی وریبل مثل بانک نیست. اینجاش هم باز فرق میکنه. توی بانک ریگاردلس که شما سال اول مورگیجتون رو بریک بکنید، سال دوم، سال سوم، سال چهارم یا سال پنجم، 3 ماه اینترست باید بدید. توی بی فرق میکنه. سال اول 5 ماه اینترست باید بدید. سال دوم 4 ماه اینترست باید بدید و سال سوم 3 ماه. یه تلفن داریم. AMG تلویزیون، مشاور شما در خدمتتون هستم. الو؟ الو؟ بعد خدمت شما عرض شد که داشتم خدمتتون عرض میکردم که برای بیلندر که میخواین برین مورگیج بگیرین، حتما به این مسئله توجه داشته باشید که اگر 3 ساله بگیرید، سال اول پنالتیش 5 ماه اینترسته، سال دوم 4 ماه اینترسته، سال سوم هستش که 3 ماه میشه و مثل بانک ها میشه. یه چیز دیگه هم باید توجه داشته باشید، اینترستی که شما پی میکنید توی بی به مراتب بیشتر هست از اینترستی که شما پی میکنید توی ای لندر. AMG تلویزیون بفرمایید. سلام، روز شما بخیر. سلام، روزتون بخیر. شبتون بخیر. الان دیگه شبه. مرسی، ممنون، شب شما هم بخیر. من سیاوش هستم، یه سوالی می‌خواستم ازتون بپرسم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. من در دانشجو هستم الان، 2 ساله که اومدم تورنتو و در واقع یه خونه رنت کردم. می‌خواستم ببینم که شرایط خرید به چه صورته که اگه بتونم یه خونه خریداری بکنم با این پولی که علاوه بر اجاره میدم بتونم شاید راحت خونه بشم. گفتم که اطلاع شما بگم ممنون میشم راهنمایی بکنم. خواهش می‌کنم. یه سوال من ازتون بگم، فرمودید دانشجو هستید اینجا؟ بله، من دانشجو هستم. بله، ویزای دانشجویتون اون وقت برای چند وقت هستش؟ من 2 ساله که در واقع الان مشغول تحصیل هستم، 2 سال دیگه هم ادامه دادم. بعد این ویزایی که شما دارید میتونین تمدیدش بکنین طبیعتاً وقتی دارین درس میخونین دیگه، درسته؟ بله بله بله. اوکی. بعد توی دوره دانشجویی که هستین کار هم میکنین اینجا یا نه؟ من الان نه، چون که در واقع فول تایم هستش. اوکی. تحصیل من یه مقدار کار نمیکنم، یعنی مشغول به کار نیستم، فقط تحصیل رو ادامه میدم الان. اوکی. پس یه سوال دیگه بکنم بعد جوابتون رو میدم. شما چون میدونم اکثر دانشجوها اینجا اجازه کار هم دارن، بعضیشون اجازه کار هم میدن از کسایی که از حالا از جای مختلف بیا، شما اجازه کار دارین یا نداری؟ بله دارم من اجازه کار. اجازه کار رو بله. اوکی. باش، من روی خط روی تلویزیون براتون توضیح میدم. ممنونتون میشم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. قربان شما. خداحافظ. بله، خدمت شما عرض شود که آقای سیاوش خان، ایشون دانشجو هستند، 2 سال هستش که تو کانادا تشریف دارن، درس میخونن فول تایم، اجازه کار هم دارن، ولی خب چون فول تایم دارن کار میکنن، درس میخونن، پس طبیعتا نمیتونن کار بکنن. شانسی که شما بخواید خونه بخرین هست، بله میتونین بخرین، البته تو کاتگوری نان رزیدنت ها حساب میشین الان، چون به اساس با ویزای دانشجویی اینجا هستید، اقامت دائم ندارید. این رو من البته
بگم که توی پرانتز باز بکنم، کسایی که دانشجو هستن اینجا، حالا 2 سال 3 سال 4 سال اینجا زندگی میکنن، درس میخونن، نهایتا میتونن اپلای کنن برای پیارشون و تقریبا 99% کسایی که اپلای کردن قبول شده. تو این حالتی که شما هستید، اگر بخواید خونه بگیرید، جای اینکه حالا دارین رنت میدید یا مورگیج داده باشین، بایستی حداقل 35% از اون به اصطلاح پراپرتی که مد نظرتون هستش حداقل بذارین. حالا باز پالیسی بانک‌ها فرق می‌کنه، بعضی از بانک‌ها ممکن تا 50% هم برن، ولی به طور حالا عمومی بخوایم حساب بکنیم، شما 35% بعد برای اون ملکی که می‌خواید در نظر دارین داون پیمنت بذارید. این داون پیمنت باید یه خونه‌ای که می‌خوایم بخریم باید با توجه به شرایطی که شما دارید مک سنس بکنه برای لندر. اگر دانشجو داریم میگیم هستیم فول تایم داریم کار می‌کنیم، 2 سال هم هست اینجا هستیم، یه دفعه نمی‌تونی بگی خونه مثلا 3 میلیونی می‌خوام بخرم. خب این یه خورده خنده‌دار هست برای لندر که اگه شما دانشجو هستی فول تایم داری کار درس می‌خونی چجوری می‌خوای مورگیج تو بدی. بنابراین کسایی که دانشجو هستن یه خونه یه ریزنبل، حالا یه کاندو، یه خوابه، دو خوابه، حالا یه هاوس کوچولو موچولو مثلا، یه همچین چیزایی میتونید بگیرین با 35% داون پیمنت. یک سال پیمنتتون هم به عنوان نت ورث نشون بدین توی بانک داشته باشید. طبیعتا اگه کردیت هم داشته باشین، چون که من فکر میکنم اکثر دانشجو اینجا کردیت هم دارن، اونم داشته باشید، میتونید با 35% از بانک از ای لندر مورگیج بگیرید با ریت خوب. و این چانس هم دارید که اگر حالا اگر به هر دلیلی با ای نشه با بی هم برید، ولی با ای میتونید بگیرید، با ریت خوب میتونید بگیرید. اگر توضیح بیشتری خواستید یا بیشتر خواستین که در این رابطه بیشتر بدونید با آفیس ما تماس بگیرید، من خوشحال میشم که در خدمتتون باشم. خدمت شما شود که بیرم که صحبتشو کردیم، یک مطلب دیگه ای که من میخواستم امشب راجبش صحبت بکنم و البته دو بار صحبت کردیم، یک بار خانم بوباش هفته پیش صحبت کردن، یه بارم خودم چند وقت پیش صحبت کردم، ولی قرار بود هفته پیش یه مختصر دیگه راجب نیوتو کانادا صحبت بکنیم که متاسفانه در خدمتتون نبودم. این رو هم یه کوچک راجبش صحبت بکنیم، بعد من فکر میکنم یه بریک کوچک داشته باشیم و بعد در خدمتتون خواهیم بود. در رابطه با نیوتو کانادا همونجوری که گفتیم براتون، قوانین عوض شده، خیلی بایستی روی این مسئله نیوتو کانادا توجه داشته باشید که مثل قبل نیست که شما unlimited mortgage بخواییم بگیرین با 35% حالا subject to scaling price که اون لندر هستش براش بخواید کار بکنید بهتون mortgage بدن. لیبیتاش عوض شده، خیلی مواظب باشید. اونایی که میخواییم برین offer بذاره، اونایی که میخواییم برین بخرین، به این مسئله توجه بکنید. قبل از خریدتون حتماً با بروکرتون، فایننشال ادوایزرتون، با بانکتون، با هر گوجی که میخواین کار بکنین، خواهشاً برین چک بکنین قبل از اینکه آفر بزنین. قوانین عوض شده. شما کسایی که اکثر بانک‌ها الان روی 3 سال دارن حساب، البته یکی از بانک‌ها هنوز 5 ساله هستش، ولی اون 5 سال هم که داره میگه باز داستان خاص خودشو داره. مورگیج ماکسیمم مورگیجی که به شما میدن نان کانفرمینگ اینکام تا سقف 1,000,000 دلار هستش. حالا یه بانک دیگه ممکن تا 1,200,000 هم بده، ولی با چک و چونه زد، ولی حواستمون باشه که ماکسیمم مورگیجی که شما بتونید بگیرین بدون دردسر، اینکام کوالیفیکیشن نداشته باشید، روی 1,100,000-1,200,000 مثلا حساب بکنید، ولی من جای شما باشم روی 1,000,000 حساب بکنم، زیادم 1,000,000 بالاتر نمیرم، چون ممکنه ببخشید بعدم به مشکل بخورید. حتما بایستی داون پیمنتتون 30 روز توی یه بانک کانادایی باشه، علاوه بر اون 30 روز هیستوری که برای داون پیمنتتون میخواین، بایستی یک سال هم نتفورت توی حساب بانکتون نشون بده. این نتفورت مهم مثلا 30 روز باشه، 2 هفته هم باشه توی حساب بانکتون کافیه. پیارتون رو نگاه بکنین، حتما پیارتون، پشت پیارتون، لندینگتون دیتش از 3 سال نگذشته باشه. مهم این هستش که فاندینگ دیت، یعنی کلوزینگ دیتی که شما برای پراپرتیتون دارین، تو اون زمان که دیلتون داره کلوز میشه هنوز تو اون 3 سال هستی. اگه الان فرض کنید مثلا یه خونه میگیرید که مثلا 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه کلوزینگش هست، ولی تا 2 ماه دیگه شما 3 سالتون تموم میشه، به این فکر نباشید که شما چون 3 سالتون تموم نشده و کلوزینگتون بعد از 3 سالتون هستش اوکی هستین، این دیل کلوز نخواهد شد. مطمئن باشید که قبل از اینکه، البته لندر بهتون نخواهد داد وقتی که برای اپروال اقدام میکنه، ولی فکرتون به این باشه که حتما اون پروسسی که دارید صحبتش میکنید 3 سال هستش، تو اون 3 سال دیلتون کلوز بشه. یه استراحت کوتاهی بکنیم برمیگردیم.
Are you planning to purchase a home or refinance your existing mortgage? You may want to start off with finding the right mortgage broker. Here are a couple of pointers to bear in mind when choosing a right mortgage broker. A competent mortgage broker provides you with a lot of information about the process and the product they are offering you. They should always provide you with details of the given deal instead of just making you sign off on a commitment with limited information. The product or the service they are offering you must best suit your qualifications and financial needs. A good mortgage broker will look for the best product matching your short and long-term needs, as opposed to just focusing on the lowest interest rate. Always look to find if there are positive reviews or online testimonials about their services. At Mortgage Transit, the services we provide will save you time and money. Mortgage Transit, your journey home. خب، خدمت شما عرض شود که برگردیم به داستان مورگیجی که داشتیم صحبت می‌کردیم. یه مطلبی رو من می‌خوام الان باز گفتم، یه سری از مسائل من قبلا گفتم ولی باز می‌بینم که بر صورت سوال ایجاد شده برای دوستان در رابطه با بریج لون هست. ما این بحث بریج لون که من می‌خوام براتون صحبت بکنم، مشکلاتی هستش که من تو مارکت دارم می‌بینم. ببینید، شما اگر فرض بفرمایید که دام پیمنتتون از محل اصلا بریج چی هست، بذارید اول اینجوری براتون بگم. ببینید بریج چی هست، شما یه خونه دارید، خونه‌تون رو می‌فروشی، بعد می‌خواید یه خونه دیگه بخرید. دام پیمنت خونه‌ای که می‌خواید بخرید یا خونه‌ای که خریدین جدیده، از محل فروش این خونه‌ای که الان دارین قرار بیاد. خب یه بار دیگه بگم، شما یه خونه ای دارین، این خونه رو میخواین بفروشین، دام پیمنت خونه جدید بکنین که دارین میخرین. تو این حالت این خونه که دارین میفروشین 100% باید فروش بره. یعنی اگر به این فکر باشید که من این کیسایی که تو مارکت دارم میبینم و دارم میگم خدمتتون، که فکر میکنن که مثلا یه سل اگریمنت درست بکنیم، میگن که میفروشیم میریم مورگیج میگیریم بعد بریج میگیریم بعد میریم تمومش میکنیم میره جلو، حالا بعدا یه ما بعد دو ما بعد میفروشیم، نکنین این کارو، این مشکل براتون درست میشه. اگر دام پیمنت از محل فروش خونه ای که دارین الان قرار هست بیاد، مطمئن باشید که ایتس فرمد سل شده. خب و 100% اون زمانی که قرار هست کلوز بشه کلوز بشه. حالا بریج چیه؟ بریج اینه که شما میای میگی که به بانک من خونمو فروختم، مثلا فرض کنید ژانویه مثلا 15 کلوزینگشه، الانم یه خونه خریدم دیسمبر مثلا 20 مثلا کلوزینگشه، پول ندارم برای دام پیمنت این خونه که الان خریدم بذارم، پولم تو اون خونه هست که فروختم که ژانویه 15 قراره کلوز بشه. نهچتاً بانک میاد به شما بر اساس سل اگریمنتی که داریم به بانک میدین که فرم باید باشه، نسبت به رقمی که اکویتی توی این خونتون مونده که هستش بهتون بریج میده. من یه تلفن بگیرم بعد این توضیح بده خدمت. ام جی تلویزیون بفرمی. سلام علیکم آقای رفیق. بفرمی حالتون چطوره؟ قربان شما، مرسی جانم. خواهش میکنم بفرمایید. از ارتباط با این هستش که اگر یه جایی رو بخرم، منتها از این زمین هایی یا به صلاح نمیخوایی که خیلی قدیمی هست. ببخشید صداتون یه خورده قطع شد، یک بار دیگه میشه تکرار کنید؟ خواهش میکنم، من میخوام یک جایی رو، یک زمینی رو با خونه قدیمی که خیلی مثلا جالب نباشه بخرم. خب و هدفم خواستم این هستش که اون خونه رو خراب کنم و از نو بسازم. درست. ولی الو صداتون قطع شد. الو بعد تا اونجا که گفتین که خونه قدیمی بخریم بکوبیم بسازیم شنیدم، بقیهش رو نشنیدم. بله من با چند نفر دیگه هم صحبت کردم. بله و چیزهایی که شنیدم با هم خیلی به اصطلاح متفاوت بوده. من خواستم از شما هم بپرسم
که ببینم نظر شما چی. به من گفتن که یه دو میگن که شما نمیتونی از بانک وام بگیری برای این کار، برای ساختن یا برای خریدن. بله مثلا یا یه دم من سوال کردم که خب چه اشکال داره ما از اول به بانک اعلام کنیم این هدف رو داریم، پروژه رو داریم، یا این به بانک این الان مثلا اینقدر نیازه ما اینقدر نیاز داریم برای ساخت ساز و تعهد بدیم که این ساخت ساز رو حتما انجام بدیم بهش تو به بانک. اوکی. و به من گفتن خب ممکن اینجور بانک حاضر بشه. میگم نوزد و نقیق شنیدیم که خودمونم الان نمیدونیم کدوم اطلاعات درسته. اوکی. حالا خواستم نظر تنبالی هم بزنم که من احساس صداشون قطع شد دوباره. الو الو الو. ببینید من تا اونجایی که متوجه شدم دوست عزیز گفتن که بهشون گفتن که اگر برن به بانک بگن که یه خونه ای رو میخوام بخرن و بسازن، بانک بهشون مورگیج میده یا نمیده. من اینو من متوجه شدم، حالا بقیه شد دیگه متوجه. اگه سوالتون این هستش که به بانک مثلا گفتین یا بگین که یه همچین مورگیجی بگیرید، حالا من رو این صحبت بکنم. ببینید اولا که اون خونه‌ای که شما دارین میرین دنبالش که مثلا فرض کنید حالا بگیرید که پلانتون این هستش که حالا بسازینش، بایستی لیویبل باشه برای اینکه اگه بخواید از بانک مورگیجش رو بگیرید. اگر اون خونه به هر دلیلی، خب اینو توجه داشته باشید بهش که به هر دلیلی اپریز نشه که حالا اپریزر بیاد بگه عمر مفید خونه مثلا ریمینینگ لایفش کمتر از مثلا 10 سال 5 سال، یا اصلا لیویبل نیست، شرایط زندگی کردن توی این خونه مناسب نیست، بانک متاسفانه به شما مورگیج روی اون خونه نخواهد داد. این اتفاق برای خونه های خیلی قدیمی و کلنگی میفته که معمولا بانگلوها هستن. اما اگر اون خونه ای که داره شما میخواییم بگیرید لیویبل باشه، اگر شرایط بانکیش رو داشته باشید خودتون از لحاظ اینکام کردیت، میتونید وامش رو از بانک بگیرید. ولی اینکه حالا برید به بانک بگید، خب من فکر نمی‌کنم به بانک باید گفت که خونه رو میخواین خراب بکنید. مورگیج رو که از بانک میگیرید طبیعتاً بانک نخواهد دونست، یعنی نباید بدونه که شما میخواین خراب کنید. اگه بدونه میخواین خراب کنید بهتون مورگیج نمیده. توجه کردید؟ پروسسش به این صورت است، شما اگر کوالیفای باشید و خونه لیویبل باشه میتونید از وام از بانک بگیرید به شرطی که کوالیفای باشید. حالا تو پروداکت های مختلف ایمپلوید باشید، سلف ایمپلوید باشید، نیو تو کانادا باشید، حالا هرچی که هستش، اون خونه از لانگ است که بشه لیویبل باشه و شما توش بتونید زندگی بکنید، میتونید مورگیجش رو از بانک بگیرید. حالا بعدش چه اتفاقی میفته که اگه خواستین مثلا خراب بکنید و بسازید تو اینا، اونا برمیگرده به تو داستان کانستراکشن مورگیج، وام ساخت و ساز، که من دو هفته پیش اگه اشتباه نکنم یه برنامه در رابطه با ساخت و ساز داشتم که قشنگ تو اون کاملا توضیح دادم. اگر تونستید یه برگردید به برنامه، فکر میکنم چهارم من باشه اگه اشتباه نکنم، برنامه ساخت و ساز بود براتون گفتم، اونو نگاه بکنید در رابطه با وام مسکن، براتون وام ساخت و ساز خیلی توضیح دادم. اما برگردیم به قسمت دوم این داستان که اگر خونه لیویبل نباشه و شما نتونید از بانک مورگیجتون رو بگیرید، وامتون بگیرید، چه اتفاقی میفته؟ جای نگرانی نیستش، شما میتونید هنوز هم روی اون خونه سرمایه گذاری بکنید و مورگیجتون رو بگیرید، منتها دیگه بانک بهتون نمیده، باید برین سراغ بیلندرها. اینجاست که عرض کردم اول صحبتم که بیلندرها زیاد آدمای بدی نیستن، لندرهای بدی نیستن، خیلی جا به دردمون هم میخورن. بستگی به کیس خودمون داره که کیسمون چه جوری هست. اگر خب طبیعتاً کیسمون یه جوری باشه که خودمون بپذیریم که بی هستیم، وقتی با بی بریم خوشحال هم هستیم، کارمون رو انجام دادیم، خونه رو رفتیم مثلا مورگیجش هم روش گرفتیم، بعد رفتیم کانستراکشن گرفتیم ساختیمش، حالا که تموم شده خونه قشنگ شده نو شده، نمیدونم دیگه بحث لیویبل و نمیدونم داستانا نیست، یه ارزش افزوده هم روی خونه اومده، تو مارکت هم قیمتش هم گرون شده، حالا بانک با دل و جون دوست داره که اون خونه رو براتون فایننس بکنه. بنابراین دنیای بیام دنیای بدی نیستش. بنابراین باید ببینید اون خونه که شما میخواید بخرید خود خونه تو B هست یا A هست. اینو اول تکلیفش با خودتون مشخص بکنید. تکلیف دوم این که خودتون
شرایط وام بانکی رو دارید یا ندارید یا باید برید بی. این دو تا مسئله هستش که شما باید بهش توجه داشته باشید. این که حالا بهتون میگن برید بانک بگید که من میخوام خونه بخرم، میخوام بکوبم، میخوام بسازم، من فکر نمیکنم چیز قشنگی باشه. در درجه اول عرض کردم مطمئن بشید که این دیل یا اون خونه خودش بانکی هست یا بی. در درجه دوم خودتون کیستون چجوری هستش، شما خودتون بانکی هستین یا بی. چون ممکنه خودتون مثلا کیستون بانکی باشه خونه بی باشه، بعد مجبورید برید بی، یا ممکنه خونه بانکی باشه خودتون مجبور شید برید بی. در این حالت هم حساب بکنید. در اون حالتی که هم خونه و هم کیس خودتون A باشید میتونید برید A و بعد حالا برید سراغ کانستراکشن که اون برنامه چهارم عرض کردم اونو نگاه بکنید. در رابطه وام کانستراکشن به طور فکر میکنم اگه اشتباه نکنم کامل توضیح داده شده. اگر باز شما اون برنامه رو دیدید و سوال براتون بود خیلی خوشحال میشم که در خدمتتون باشم. تماس بگیرید حتما تا اونجا که هر کاری که بتونید دستمون بر بیاد براتون انجام خواهیم داد. یه سر به فیسبوک بزنید، من دیدم یکی دو تا کامنت اومده. خانم فرا جنابی نوشتن که هاي what are the condition of loan for non-residents. Thanks. Okay. خدمت شما عرض شد که برای نان رزیدنت هم که بازی برنامه جداگونه داشتیم، ولی میگم انقدر این داستان مورگیج برای همه کوشنبل هستش که همه همینجا کوشن میکنن که آقا این مثلا چی شد اون چی شد. خود من هر روز که حالا هر روز که نه ولی هر هفته که به صدا دوشنبه ها به خصوص میرم سر کار، اول کاری که میکنم آپ تو دیت میکنم خودم، به خاطر اینکه قوانین پالیسی ها نمیدونم ریتا به خصوص هر هفته دیگه داره عوض میشه. یه زمانی بود 5 ماه 6 ماه طول میکشید یه چیزی عوض بشه، الان تقریبا هر هفته چک میکنم خودم آپ تو دیت میکنم. برای همین اینکه میگم حالا کوشنی که مثلا فرشون راجع به نان رزیدنت الان این خانم فرا خانم پرسیدن یه چیز عمومی است. ببینید برای نان رزیدنت کسایی که رزیدنت آمریکا هستن 35% به عنوان سکندری هومشون میتونن بیان تو کانادا خونه بگیرن با 35% و بایستی اینکام هم کوالیفای بشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض کنید همه اون داستانی که اینجا هر کسی داره که مثلا میگم باید جاب داشته باشی، نمیدونم دام پیمنت باید باشه، نمیدونم کردیت باید خوب باشه، این مال یو اس هست. اونا که تو یو اس زندگی میکنن 35% باید دام پیمنت بذارن، جاب باید داشته باشن، کردیتشون خوب باشه و میتونن مورگیج بگیرن. خب تو این حالت کوالیفای باید بشن با مورگیجی که میخوان، ولی دام پیمنتی که میخواد 35% لیمیت نداره. تو این حالت اگر کسی بخواد از آمریکا اقامت آمریکا رو داره، بخواد تو کشور کانادا خونه بخره، 35% بذاره، از لانگ است که با اینکامی که تو آمریکا داره نشون میده که باید پروف بتونه بکنه، لیمیتی برای مورگیج گرفتن نداره. میتونه تا 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون، 6 میلیون، هر چقدر که بخواد بگیره، از لانگ است که کوالیفاید بشه. اسکیلین پرایس طبیعتاً به اون قیمت یا دام پیمنت میخوره. تا سقف 1,500,000 35% باید بذارن، از بعد از 1,500,000 بایستی 40% دام پیمنت بذاره. این اسکرین پرایس برای نان رزیدنت قسمتی کسایی که یو اس هستن. غیر از یو اس بقیه جاهای دنیا اینکلودینگ ایران 50% باید دام پیمنت بذارن. یادمون باشه نان رزیدنت ها خیلی سخت شدن الان مورگیجشون، به سختی مورگیج میدن به خاطر شرایط بانکی که ایران داره، سانکشنی که هستش. کسایی که از ایران قراره بیان کانادا یا تو کانادا میخوان خونه بخرن به عنوان حالا نان رزیدنت، مکسیموم مورگیجی که بهتون میدن، حالا اینی که من دارم میگم باز میگم این چیزی که میشه انجامش داد. اگه یه جایی یکی دیگه میگه من 2 میلیون میگیرم، 1 میلیون میگیرم، نمیدونم انقدر میگیرم، گود لاک. چیزی که من میدونم اینه 750,000 دلار ماکسیموم مورگیجیه که شما بتونید الان بگیرید. یه ماه پیش فرق میکرد، 2 ماه پیش فرق میکرد، الان رو من دارم میگم. حالا ممکنه هفته دیگه بیام یه چیز دیگه قوانش یه جور دیگه بشه. الان که دارم باهاتون صحبت میکنم کسی که تابعیت ایران رو داره و میخواد توی کانادا یه خونه ای بخره به عنوان حالا اینوستمنت سکند پراپرتی، وکیشن پراپرتی، حالا هر چیزی شما بذارین، اولا یک دونه بیشتر نمیتونه بخره. 2-3 ماه پیش 2 تا بود، الان شده 1 دونه.
دوما ماکسیمم مورگیجی که میتونه بگیره 750,000 دلاره. سوما داون پیمنتی که بعد بذاره 50%، یه 35% نیست. خب بنابراین وقتی داریم صحبت میکنیم میگیم ماکسیمم مورگیجی که میگیره 750,000 دلاره و بایستی هم 50% داون پیمنت بذاره، خب یه دو تا چارت ساده که بکنید متوجه میشید که قیمت خونه ماکسیمم از 1,500,000 نباید بیشتر بشه. بنابراین کسایی که غیر از یو اس رزیدنت ها هر جای دنیا هستید، اگر میخواید خونه توی کانادا بگیرید با 50% ماکسیمم 750,000 دلار یک دونه خونه بیشتر نمیتونید بگیرید. فقط هم همینه دیگه، هیچی دیگه هم نیست. 30 روز پولتون باید تو حسابتون توی کنیدین بانک باشه. اگر قرار هست پولتون بیاد اینجا، سعی نکنید بگی حالا مثلا 20 روز مونده به کلوزینگ اون میاد، نه اون قبول نمیکنن. پولتون باید 30 روز تو حسابتون تو کانادا بوده باشه، یعنی شما مطمئن باشید برای کلوزینگتون که میخواین کلوز بکنین خونتون رو، خونه که دارین میخرین، یه استیتمنت بانکی برای بروکرتون تهیه بکنید که نشون بده که 30 روز این پول تو حسابتون بوده. اگر این 30 روز بشه 29 روز، بشه 28 روز، دیلتون کنسل میشه. گیفت نمیتونین بگین از عمه، دایی، خاله، نمیدونم پدر، مادر، اینا. تو این پروداکت گیفت اصلا قابل قبول نیست. همه پولاتون باید اینجا باشه. در رابطه با اینکامتون از اون محلی که دارین زندگی میکنین، از کشوری که دارین زندگی میکنین، باید یه سری مدارک هم بیارید. قبلا نمیخواستن، الان میخوان. باید نشون بدید که تو ایران، تو اروپا، تو حالا هر کجا که دارین زندگی میکنین چه کار دارین میکنین، اونجا بیزینس دارین، کار میکنین، جای کارمند هستین، نامه کار، پی استاب، جاب لدر، احتمالا بنک استیتمنت هم ازتون خواهن خواست که مطمئن شن این پی استابه که شما دارید میگیرید مثلا حالا پیرولش توی حساب بانکتون رفته. اگه بیزینس دارین برای خودتون اونجا، مدارک بیزینستون خواهن خواست که چه نوع بیزینسی دارین. وبسایت معمولا ازتون میخوان، اگه وبسایت یا بیزینس داشته باشید خیلی بهتون کمک میکنه که بتونن اونا هم حالا نگاه بکنن. بحث اینکه حالا چجوری اون اینکامتون رو وریفای کنن یا بحث دیگه ای هست، ولی کلا بانک ها میخوان مطمئن شن که شما یک منبع درآمدی دارین تو اون کشوری که دارین زندگی میکنین و از پس مورگیجتون توی به اصطلاح کانادا برمیه. این هم یه مسئله هستش. مسئله مهمتر مسئله کردیت هستش. ببینید شما بایستی برای لندری که حالا توی کانادا میخواییم مورگیج بگیریم برای نان رزیدنت ها، در رابطه با کردیت هم براشون یک ریپورتی تهیه بکنه. خب کسایی که تو ایران زندگی میکنن کردیت وجود نداره، همه کشه. من نمیدونم الان کردیت هست نیست چجوریه تو ایران، میشنیدم کارت به کارت میکنن، بانک به بانک میکنن، نمیدونم کردیت هست نیست، اینو نمیدونم، ولی فکر میکنم که نباشه. برای همین چون کردیت ندارید ریپورتی هم وجود نداره. چون ریپورتی وجود نداره یه اینترنشنال کردیت ریپورت ازتون میخوان، و چون شما کردیتی ندارید که ریپورتی داشته باشید، چیزی که میتونید جای اون جایگزین کنید برای لندرتون که توی کانادا میخواین بگیرین، یه بانک استیتمنت حالا 6 ماه 3 ماه هستش که از بانکتون بگیرید، یه رفرنس لدر از بانکی که توی ایران حساب دارید بگیرید، انگلیسی البته بگید برای اینترنشنال میخواد بتون انگلیسی و فارسی نگه، این فارسی میگیرید. من مشتری داشتم فارسی برام آورده و فرستادم بانک، میگه خب اینو چیکارش بکنیم؟ بعد یکی تو بانک پیدا کردیم که فارسی بلد بود، اون رفته خونده تایید کرده، بعد گفتم بره برگرده ایران و دوباره خود بانک نامه انگلیسی بده. ترجمه قبول نمیکنن اینجا. باعث خود بانکی که دارین کار میکنین، اون قسمتی که باش کار میکنین، بگی که از معمولا قسمت اینترنشنالش، حالا نمیدونم تو ایران فارسی چی میشه، روابط بین الملل فکر میکنم یه همچین چیزیه، برین به اونا بگین براتون نامه به صورت انگلیسی میدن. اونو که گرفتین تو اون نامه میگه که شما مثلا از فلان تاریخ تو این حساب با ما مشتری ما هستین، بودین، حسابتون خوش حساب بودین، تا حالا چک برگشتی نداشتین، خوش حساب بودین. همین کافیه برای بانک جای کردیت ریپورت. اون کسایی که عزیزانی که تو اروپا زندگی میکنن و میخوان توی کانادا بیان و خونه بگیرن، خب علاوه بر جاب حالا دیگه باید کردیت ریپورت داشته باشه. تو این حالت باید کردیت ریپورت بده. حالا اونایی هم که تو اروپا هستن، اگر باز بیان بگن ما نمیتونیم اینجا کردیت ریپورت بگیریم، به ما نمیدن، سیستم اینجا مثل آمریکا و کانادا نیست که ریپورت داشته باشه، بازم اونم میتونیم از نامه بانکی استفاده بکنیم که بگیم که مثلا از بانکتون یک رفرنس لدر بگیرید که شما اونجا چند وقت حساب دارید و مشکل کردیتی نداشتید. خانم ریل پوسانی گفتن که کسایی که تو یوکی هستن
یوکی از کردم اروپا رو که الان گفتم خدمتتون، اونا شامل کشور اروپایی میشن. کشور اروپایی کردی ریپورت اگر دارید، کردی ریپورت داشته باشید خیلی خوبه که بفرستین برای مورگج بروکرتون. اگر ندارید اون نامه بانکی کفایت میکنه. دام پیمنت همون 50%. تنها کشوری که 35% الان میتونه نان رزیدنت مورگج بگیره کشور آمریکاست، کشور دوست و برادر آمریکا. کسانی که اقامت اونجا رو دارن میتونن با 35% مشروط به اینکه کوالیفای بشن لیمیت برای مورگیجشون نداره. سایر کشورهای دنیا لیمیت داره مورگیجشون نان رزیدنت، مکسیموم 750,000 دلار، مکسیموم پرچیس پرایس 1,500,000. اینم بحث نان رزیدنت. خیلی جب و جورش به قول گفتاری کردم و خواستم تو این یکی دو دقیقه به گفته من یکی دو دقیقه فکر کنم یه رو پرف زدمش. خدمت شما عرض شود که اینم من عرض که داشتم راجع بریج صحبت می‌کردم که چه اتفاقی میفته. ببینید بریج رو که وقتی قرار شد که خونه‌تون رو بفروشید، خونه‌تون رو که فروختین، فرم فروختین، خونه جدید خریدین، دام پیمنتتون قرار از اون محل فروش اون خونه که فروختین بیاد، مطمئن باشید که حتما این خونه فروش بره. چون اگه فروش نره، چون بریج رو بر اساس اون به شما میدن، میان حساب میکنن چقدر مورگیج دارین رو خونه، چقدر فروختین، چقدر هزینه ریلتورتون هست، چقدر به ریلتور پول میدین، نهایتا تکاسته بعد از این جمع تفریقات چقدر میمونه براتون. اون چقدری که میمونه اکوئیتی هست اصطلاحا که در نهایت دست شما رو میگیره. بر اساس اون چیزی که دست شما میگیره بانک ها میان یه 5-6% از اون کم میکنن، میگن که اون بقیه‌شون به عنوان دام پیمنتی که شما نیاز دارید بخواید بذارید برای خونه جدید بهتون بریج لون میدن. بریج لون فاصله بین فروش و خرید رو به صورت مثلا یه پل ارتباط میده این دو تا رو که شما کارتون انجام بشه، ترانزکشنتون کلوز بشه، مشکلی نداشته باشید. قاعدش این هستش که شما این مورگیج بریج رو که گرفتین بایستی زمانی که خونه خودتون فروش رفت و به سرا تموم شد اون بریج رو برگردونین. موردی بوده که موردهایی بوده که اومدن گفتن خونه فروش رفته، بریج هم گرفتن، دیل خودشون هم کلوز کردن، بعد موقع که رسیدن به مرحله ای که بالا بریج رو باید پس بدن نمیتونن پس بدن. چرا؟ چون خونه اول رو نفروختن. این خیلی مهمه، اینو بهش توجه داشته باشید. این فرق میکنه با زمانی که شما دام پیمنت خودتون دارین، حالا یه خونه دارین، دو تا خونه دارین، بعد میگین خود خونه رو مثلا فروختیم 4 ماه دیگه قراره کلوز بشه، حالا اونم باید فرم باشه. چون دام پیمنت مال خودتونه، میذارین میرین خونه رو، خونه جایتون رو میخرین، بانک فقط به این اکتفا میکنه که شما این خونه رو فروختین. خب یه فیتیه در واقع که شما دارید میگید، البته از طریق ریلتور باید باشه. خب ریلتور هم نمیان که همینجوری به شما یه چی میگن سل اگریمنت بدن. حالا اگر کسی میکنه طبیعتاً اواید بعدیش هم باید بپذیرن که داستان این مشکل پیدا میکنه. خواهش میکنم به این مسئله هم توجه داشته باشید. اینم یه مسئله بریج بود که میخواستم بگم خدمت شما شود که یه نکته دیگه هم که تو هفته پیش اتفاقاً تو این مهمونی هم که من رفته بودم این سوال با یکی از دوستان مطرح شد در رابطه با بلندر ریت بود که گفتن که بلندد ریت داستان چیه. ببین بلندد ریت که میگن این بلندر که گرفت آب میوه درست میکنین، توت فرنگی و نمیدونم موز و شیر و همه رو میریزین توش قاطی میکنین، این بلندد ریت هم همینه، یه همچین حالتی. حالا چجوری کار میکنه؟ ببین شما فکر کن یه خونه ای دارید که یه مورگیج روش دارید، 5 ساله است، 3 سالش گذشته. خب یه اکوئیتی هم توی خونه دارید، حالا میگید که میخوام برم روی این خونه مثلا از خود همون لندر، از همون لندری که مورگیج باش داری، فرست مورگیجتون باش هستش، میخوایم دو تا راه داریم. میگی من میخوام اکوئیتیمو بکشم برون. یادمون باشه باید کوالیفای باشیم برای این کار. حالا چون کوالیفای هستی میخوای یه کاری بکنی، یا میخوای میگی من میخوام اکوئیتی بکشم بیرون، چه راههایی دارم؟ یا یکی از راهاش اینه که بهتون لاین اف کردیت بدن اگر کوالیفای بشید، اگر تو اون پروداکتی که هستید قبول بشید، خب هیلاک بهتون میدن. این یکیشه. یکیش اینه که بهتون میگن که نه کوالیفای نمیشین، چون مورگیجتون فیکسه، مثلا فرض کن 5 ساله هستش، there is no way که مثلا اینو بریک بکنید، بایستی یا ریفایننس بکنید خونتون رو یا بیان یه مورگیج دیگه از ما بگیرید. اگه خب ریفایننس بکنید طبیعتا میرید اون مورگیج اولیه رو پی میکنید، با ریت جدید یه مورگیج جدید بگیرید. زمان این کار خوبه که ریت جدیدی که میخواییم بگیرین پایین تر از ریت قبلیتون باشه. اگر ریت قبلی پایینه نگرش دارید، دست بهش نزدید. خب اگر ریتتون پایین هست، ریت مثلا فرض کن 5 ساله، 3 ساله، 2 ساله پیش گرفتید مثلا 2.8،
بعد الان اگه بخواید مثلا 5 سال بگیرید مثلا 3.9. خب خوب نیست که شما بیاید مثلا اینو ریفایننس بکنی، اون مورگیج رو بریک کنی، یه پنالتی هم مثلا حالا بعضن بدی، حالا یه بخشش رو بهت برمیگردونن، بعد بیا یه اکوتی مثلا کلا بکشی، یه مورگیج، یه کاسه، یه مورگیج بگیری که مثلا با ریت 3.8 باشه، 3.9 باشه. این کار عاقلانه نیست. کاری که میشه کرد اصطلاحاً که بهش بعد میگم بلندد ریت، اینی که عرض میکنم خدمتتون، اول اینکه باید کوالیفای باشین برای اون مورگیج، دومی که بتونین اون مورگیج رو که دارین 2 سال ازش مونده دست بهش نمیذاریم، میذاریمش کنار. خب بعد میایم میگیم حالا برای 3 سال ریمینینگ ترمی که توی این خونه، حالا مورگیج ترمی که مورگیج اولی که 3 سالش مونده، توی اون میام بهتون یه مورگیج 3 ساله میدن. خب یه اکوئیتی که میخوایم بکشیم بیرون، دست به مورگیج اولیه نمیزنیم، بانک میاد براتون یه سکند مورگیج میگیره. اون سکند مورگیج اصطلاحا بهش میگن سکند مورگیج، چون خود لندره خود همون بانکه داره بهتون میده، لندر دیگه ای نیست. اون یه مورگیج 3 ساله مثلا فرض کنید، اگه مثلا مورگیج اولتون فرض کنید خونه قیمتش 1 میلیون دلار مثلا، شما مثلا 400,000 دلار یه مورگیج دارید که 3 سالش مونده و اگه بخواید بریک بکنین ریتتون بالا میره، خب میخوایم نگه داریم اون 400,000، حالا 200,000 دلار دیگه میخواید به عنوان سکند مورگیج، اون 200,000 دلار رو میگن 3 ساله بهتون میدن که ترمش با اون ترم اولیه تو 1 روز تموم شه، یعنی جفتشون تو 1 روز مچور شد. بعد اون دوم مورگیجی که بهتون میده با ریت الان داره بهتون میده میشه مثلا 3.90. حالا یه مورگیج دارید 400,000 دلار با 2.80 مثلا، یه مورگیج سکند دارید 200,000 دلار با 3.90 مثلا. خب اون یه پیمنت برای خودش داره، اینم یه پیمنت برای خودش داره، اون یه امورتیزیشن برای خودش داره، اینم یه امورتیزیشن برای خودش. خب دو تا پیمنت جداگونه داره. این دو تا پیمنت رو حالا کلکیلیت میکنن پیمنت های هر کدوم چقدر هستش. خب بعد میگن این پیمنت 400,000 دلاری انقدر میشه، پیمنت اون 200,000 دلاری انقدر میشه، این پیمنت رو با هم جمع میکنن. خب میشه یه پیمنتی، مورگیج رو با هم جمع میکنن، بعد توی اون داستان امورتیزیشن و کپ ریت و این داستان رو ببرنش میشه یه پیمنت، اینا رو قاطی میکنن با هم دیگه. خب بعد میشه بلندد ریت. اون ریتی که در بیاد حاصل جمع دوتا پیمنت مورگیج ها هست، بالانس مورگیج ها هست، ریتی که کامباین کردن با هم هست، اونو اصطلاحاً بهش میگن بلندد ریت. خوبیش اینه که شما یه پیمنت حالا دارید میدین، دوتا مورگیجتون تو 3 سال آینده تو 1 روز مچور میشه. این خوبیش اینه که شما دیگه پنالتی نمیدین رو اون پنالتی مورگیج اول که بخواید بریک کنید. دو، اون ریت خوبی رو که دارید دست بهش نزدید، نگرش داشتید، چون رقم مورگیجتون بالاتر از سکند مورگیجی هستش. اون اکویتی هم که خواستید بگیرید به عنوان حالا سکند مورگیج گرفتید، حالا برندش کرد، این برندد ریت اینجوری ورک میکنه. اگه بتونید لاین اف کریدیت بگیرید خب طبیعتا مشکلتون خیلی راحت‌تر حل میشه، ولی اگر ریتتون پایین‌تر هستش نسبت به کارنت ریتی که بانک‌ها بهتون میدن، من توصیه نمی‌کنم که مورگیجتون بریک بکنید که بخواید ریفایننس بکنید، که ریت بالاتر بگیرید، یه پنالتی هم بدید و داستانش. بهترین حالت برای این کار بلندد ریت هستش. خب خدمت شما از شبت که ساعت 8:05 هستش، تقریبا 1 ساعته که در خدمتون هستم. خیلی خوشحال شدم که امشب در خدمتون بودم، مرسی از دوستانی که زنگ زدن. از این به بعد عرض کردم خدمتون تلفن دیگه همین 647-847-3455 هستش، میتونید با ما تماس بگیرید. فکر میکنم یک کامنت اومد، شاید گرفتن وام خرید برای مونترال و تورنتو متفاوت است. اوکی اینا من جواب بدم واسه خدافظی کنم. خدمت شما شاید دوستی پرسیدن که شرایط گرفتن وام برای خرید خانه در مونترال و تورنتو متفاوت است یا نه. ببینید شرایط بانکیش که یکی هست، تنها جایی که فرق میکنه شرایط وام گرفتنش استان کبک هست. مونترال خود طبیعتاً تو اون استان قرار میگیره، طبیعتاً یه سری شرایط خاص نسبت به نوع پراپرتی داره. خب پراپرتی هایی که اونجا هستش با پراپرتی که اینجا هستش یه مقداری از لحاظ اسکیلینگ پرایس و نوع مورگیجی که روش میدن، رقم مورگیجی که لون تو ولیو اصطلاحا بهش میگن، اون فرق داره. اگر نه غیر از اون، از لحاظ کردیت، کار و ریت بانکی یا ریت بی، اینا همه یکی هن. یعنی فرق آنچنانی نداره. تنها چیزی که میتونه فرق داشته باشه اون خود خونه است. یادتون نره یه چیز دیگه هم بگم خدمتتون، اینم سوال قشنگیه. ببینید کسایی که لایسنس مورگیج دارن و
توی مثلا فرض کنید خود من لایسنس اونتاریو دارم، خب اگر بخوام تو استان کبک یا بریتیش کلمبیا بخوام اکتیویتی داشته باشم و یا بخوام اونجا مورگیج بگیرم، باعث برم لایسنس اونجا رو هم بگیرم. گرفتن لایسنسش کاری نداره که بخوای بگی، همین داستانایی که اینجا هستش اونجا هم هست، مشکلی نیست. ولی الان به دلیل اینکه من لایسنس اونتاریو رو دارم، برای کسایی که تو استان کبک هستن نمیتونم براشون مثلا مورگیج بگیرم. یادتون باشه با بچه‌ای که میخواین کار بکنید حتما این رو در جریان باشید. اما اگر تو کبک حالا به هر استان دیگه زندگی میکنین ولی خواستین خونه توی اونتاریو بخرین، یعنی پراپرتی مهمه، پراپرتی کجاست؟ پراپرتی اگر تو اونتاریو باشه، اونایی که لایسنس اونتاریو دارن میتونن مورگیج ردیف بکنن. کارتون توی مثلا مونتریال هست، جاب ادر پیستاب، این داستانی که همیشه هستش انجام میشه. ولی از لحاظ شرایط مورگیج نه، من فکر نمی کنم فرق داشته باشه. تنها چیزی که خیلی از لندرها روش دست میذارن خود خونه است و یه سری مناطقی هستش که همه جا میگن غیر از مثلا جی تی ای مثلا یا اونتاریو یا مثلا استان کبک، لون تو ولیو رو بالا پایین میکنن، رقم مورگیج رو که بهتون میدن ممکنه بالا پایین بشه یه مقداری. طرف فرقش اینه، بقیه چیزاش یکیه و اون بروکر هم که بخواد براتون کار بکنه حتما باید لایسنس اون استان رو داشته باشه که بخواد کار بکنه. اینم خدمتتون بگم. فکر میکنم که تموم شد، امیدوارم که جواب سوال شما هم داده باشم. داشتم اینو خدمتتون میگفتم، از هفته آینده بازم ما تلفن مستقیم میتونیم بگیریم، باهاتون در خدمتتون باشیم. اگر سوال، انتقاد، پیشنهاد، هر چی که هستش با کمال میل من در خدمتتون هستم، میتونیم مستقیما با هم در ارتباط باشیم. ایمیل من rafi@amgtv.ca، اگر دوست داشتین با من تماس بگیرید، ایمیل بزنید. تلفن من 416، اگر لطف کنید بزنید ممنون میشم، 416-402-8973. وبسایتمون هم که mortgagetransit.com. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم که در هفته آینده در خدمتتون باشیم. هفته بسیار بسیار خوبی رو براتون در ضمن آرزو میکنم. شبتون خوش.